مانند همیشه من نیاز دارم که نیاز میدانم که این رو باید تکرار بکنم که ما این جنایات رو یادآوری میکنیم و به هیچ عنوان قصد در واقع عرب ستیزی ما نداریم و هدف اصلی آن است که یاد کشته شدگان و جان باختگان گرامی داشته بشود تا از تکرار این جنایات در تاریخ جلوگیری بشود. و همواره من هم در همه برنامه ها این مثال رو میارم و باز هم این بار میارم، چون بخشی از مسائل باید تکرار شود که در واقع همان گونه که ما یاد قربانیان هولوکاست رو وقتی گرامی میداریم، ما هدفمان آلمانی ستیزی نیست، در با یادآوری این جنایات تاریخی هیچ گونه هدف عرب ستیزی نداریم، ولی باید به رسمیت شناخت که این جنایات همشون تقریبا به دست اعراب انجام شده است. به هر روی دوستان عزیز، بخش دیگری از برنامه ها رو آغاز میکنیم و به خاطر شرایط ویژه‌ای که در خاورمیانه وجود دارد، همان گونه که در برنامه گذشته درباره کردستان عراق، کردستان در شمال عراق صحبت کردیم، این برنامه رو نیز به این مبحث ما اختصاص میدیم و من بسیار خوشحال و سرفرازم که اون پیش بینی هایی رو که میکردم همه به وقوع پیوست و البته بسیار ناراحتم از اینکه مردم بسیاری کشته شدن، ولی بسیار خوشحالم از اینکه همواره موضع مستقلی داشتم و همواره موضع های درستی گرفتم و از جمله پیش از اینکه این جنایاتی که چند روز پیش در کرکوک رخ داد اتفاق بیفته، من هشدار اون رو قبلا در برنامه گذاشتم و همچنین در از طریق شبکه های اجتماعی این رو داده بودم. به هر روی درباره کردستان، من در برنامه گذشته که در واقع می شود گفت که یکی از میراث های جاویدان ایران باستان مردمی هستند که ما اونها رو کرد می نامیم و بر پایه تحقیقات موبد فیروز آذرگوشه است، روانشاد موبد فیروز آذرگوشه است و کتاب بخشی از فرهنگ اوستا و تطبیق آن با کردی، زبان کردی تا 80-85% واژگانش زبانهای پهلوی و اوستایی است و این در مقایسه با زبانی که ما امروز زبان پارسی سخن میگوییم که 50-55% هست، این میراثی است که سالمتر از زبان پارسی حتی باقی مانده است. بنابراین وظیفه هر ایرانی نژاده و هر کسی که خود را یک ایرانی ملیگرا و شرافتمند میداند این است که از ایرانیان و از مردمان ایرانی در هر کجای دنیا که باشند حمایت بکند و چه این در بخش‌های اشغالی در عراق و سوریه و ترکیه باشد، چه در تاجیکستان باشد، چه در افغانستان باشد، چه در عراق باشد و چه در بلوچستان پاکستان. بنابراین ما ایران رو به چشم تمدن ایرانی میبینیم و ایران رو به چشم فلات ایران میبینیم، نه تنها کشور ایران. بنابراین بر پایه دیدگاه خودمون و بر پایه ایدئولوژی خودمون که من اون رو در مانیفست مکتب ایران زمین ناسیونالیسم مدرن ایرانی از دیدگاه تمدنی بیان کردم، در واقع کردستان هم در این میان برای ما ارزشمند است و ما ایرانیان وظیفه داریم که از حقوق مردم کرد در برابر عرب دفاع بکنیم. بعد بر همین راستا من در واقع در برنامه گذشته سعی کردم که از دیدگاه‌های گوناگون، از دید تمدنی و کشوری، از دیدگاه استراتژیک، از دیدگاه واقعیت جغرافیایی و از دیدگاه تاریخی و همچنین از دیدگاه امنیتی و ثبات در خاورمیانه پدیده استقلال کردستان عراق رو بررسی کنم. هرچند که در این برنامه ما فرصت نداریم، اما به طور خلاصه من عرض میکنم که باید یک نکته رو همه ایرانیان به اون توجه بکنند که مسئله کردستان در عراق، در سوریه و ترکیه از مسئله کردستان در ایران جدا است. ایران یک کشور طبیعی هست، مرزهای ایران مرزهای طبیعی هست، مرزهای ایران با خطکش سایکس پیکو و به وسیله بریتانیایی ها و به وسیله فرانسوی ها به وجود نیامده است. اما کشورهای عراق، کشور سوریه و ترکیه پس از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول کشورهای مصنوعی هستند که با خطکش روی نقشه ایجاد شدند.
بنابراین مسئله کرد در این سه کشور با مسئله کرد در ایران که یک قوم ایرانی هستند و کردستان ایران بخشی جدای ناپذیری از ایران هست فرق می کند و نباید این دو را با هم اشتباه گرفت. به هر روی من از دیدگاه های مختلف بررسی کردم و به این نتیجه رسیدیم که استقلال کشورهای ایرانی اطراف ایران زمین است، اطراف کشور ما ایران، به نفع ایران است از حوزه استراتژیک و از حوزه تمدن ایرانی که اقماری از کشورهای ایرانی اطراف ایران زمین باشند. من وارد اون بحث ها به خاطر اینکه وقت در واقع تنگ است نمیشم. دوستانی که مایل هستن میتونن به برنامه گذشته در این باره اشاره بکنن. اما آنچه را که امروز ما در واقع میخواهیم اون رو بررسی بکنیم این است که چه اتفاقی افتاد و چه در واقع جنایتی انجام شد چند روز پیش در کردستان عراق. یک نکته رو که من باید به شما بگم این است که برخلاف آنچه که تحلیلگران ما میگفتند، من یک چیز کلی رو به شما بگویم و آن این است که بیرو در بایستی، من البته همه منظورم نیست، به جز تعداد اندکی ما تحلیلگر درست حسابی در واقع سیاسی نداریم. کار افتاده است دیگر به جای بچه بازی شده است و کسانی که حتی سابقه تحصیلاتی کامل در این زمینه ندارند، تاریخ و تمدن ایرانی رو نمیشناسند، با علوم استراتژیک آشنا نیستند، میآیند در این زمینه ها نظر میدهند. یعنی کار جامعه ما به حد بسیار نازلی رسیده است و جفسازی‌هایی میشود، جفسازی‌های مسمومی میشود و نسبت‌هایی داده میشود. وقایعی که اتفاق افتاد نشان داد که نه آمریکا میخواهد که کردستان عراق مستقل بشود و نه اسرائیل، برخلاف آنچه که میگفتند، چه اینکه سپاه پاسداران ایران با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به فرماندهی آقای قاسم سلیمانی و به دستور مستقیم آقای خامنه ای با همکاری هشت شعبی عراقی و با همکاری حزب الله لبنان و با سلاح‌های آمریکایی به کرکوک و خرماتو یا خرماتو حمله کردند و جنایاتی رو در اونجا در واقع مرتکب شدند که صدای آقای سیستانی رو هم درآورد، هرچند که مراچه تقلید ایران از جمله آقای خامنه ای و آقای مکارم شیرازی حتی تهدید به نابودی و به خاکستانسازی کردستان هم کرده بودند. خیلی جالب بود که این اتفاق در واقع اتفاق افتاد و تمام جامعه جهانی در این باره سکوت کرد و تمام شبکه‌های بزرگ خبری از جمله بی بی سی، وایس آف آمریکا و غیره و حتی به زبان انگلیسی در این باره سکوت کردند و در برابر این قتل عامی که در بیخ گوش ما در کردستان انجام شد چشم‌ها فرو بسته شد. من وارد جزئیات این کارها نمیشم، اما به عنوان یک انسان شرافتمند و یک ایرانی شرافتمند وظیفه خودم میدانم که در این زمینه اطلاع رسانی کنم تا مردم آگاه باشند. برای کردستان البته بر کسی پوشیده نیست که در کردستان جنایت ها و در واقع نسل کشی های فراوانی علیه مردم کرد انجام شده است. نمونه اون هم از انفال و پاکسازی نژادی بیش از 190 هزار کرد در شمال عراق بود. نمونه به آن حمله شیمیایی صدام حسین و کشتن بیش از 5000 قتل عام بیش از 5000 از کردان در شمال عراق بود. و نمونه های فراوان دیگری از کشتار تا به درباره مردم کرد وجود داشته است، از جمله قتل عامی که داعش علیه کردان ایزدی کرد، از جمله تجاوز و بردگی جنسی گرفتن زنان کرد ایزدی و غیره. اما آنچه که این اتفاق افتاد در چند روز پیش یک ویژگی خاص داشت و آن اینکه آن به دست شیعیان اتفاق افتاد و به فرماندهی ایرانیان اتفاق افتاد. این کار یک برادرکشی بود که در تاریخ خاورمیانه سابقه نداشت. این کار یک دریایی از خون و نفرت میان کردان عراق و ایران ایجاد کرد. من اینو به شما بگویم، مردم عادی در همه کشورها قابلیت تمیز و در واقع تشخیص حکومت از مردم کشور رو ندارن. شما حتی در آمریکا می‌بینید که آقای ترامپ معمولاً حکومت و مردم ایران رو با هم قاطی میکنه. بنابراین نباید انتظار داشت که کردان در عراق، سوریه و ترکیه نیز اینها رو با هم زیاد تمیز بدن و این در تنها برای فرهیختگان است که اینها مشخص است.
نتیجه این همین شد که مردم به کنسولگری ایران در اربیل در کردستان عراق حمله کردند و پرچم جمهوری اسلامی رو پایین کشیدند و آتش زدند و خشم خودشون رو از این در واقع همکاری مستقیم سپاه پاسداران با تروریست‌های هشت شعبی نشان داد. من سیاست اشتباهی که در واقع جمهوری اسلامی در برابر کردان در پیش گرفت تخم نفرتی رو کاشت که باعث عدم ثبات ایران در آینده نزدیک خواهد شد. تخم نفرت در دل دست کم اگر نه همه ایرانیان ملی‌گرا ولی در دست 15 میلیون کردی که در داخل ایران زندگی می‌کنند چنین خیانتی رو به هم تباران خودشون در خارج از ایران فراموش نخواهند کرد. سیاست اشتباه جمهوری اسلامی باعث عدم ثبات و عدم امنیت ملی ایران و به وجود آمدن تخم نفرت در میان اقوام و تیره های ایرانی می شود و این سیاست سیاست بسیار غلط و اشتباهی است که امکان دارد تا تجزیه ایران نیز پیش برود. بنابراین کسانی که ایران را دوست دارند، کسانی که تمامیت ارضی ایران برایشان مهم است، باید این جنایات و این سیاست‌های غلط رو محکوم بکنند، نه اینکه برنامه بسازند علیه کردان عراق. سیاست درست خارجی ایران باید مانند سیاست پدرانه باشد، همونطور که آقای هرمیداس باوند و آقای بهرام مشیری و خیلی از نظر پردازان دیگه این رو به درستی به اون اشاره کردند. ایران به عنوان کشور مادر برای کردان در همه جهان باید سیاست مادرانه داشته باشد و نقش میانجیگرانه میان کردان و شیعیان رو در عراق بازی کند، نه آنکه نیروهای خودش را با تانک‌های آمریکایی، با تانک‌های آبراهامز آمریکایی که معلوم نیست چگونه به دست سپاه افتاده است و با حمایت توپخانه سپاه و به جنگ کردان بفرستد و جنایت‌هایی در آنجا بیافریند. بنابراین سیاست باید تنش زدا باشد، سیاست باید سیاست پدرانه در حق کردان باشد تا هم کردان ایرانی از سیاست کشور ایران راضی و خرسند باشند و پیوستگیشون با کشور ایران بیشتر شود و هم کردان عراق و سوریه و ترکیه که جمعیتی نزدیک به 40 میلیون نفر هستند متحد ایران در خاورمیانه باشند. بنابراین سیاست پراکندن تخم نفرت، سیاست حمایت از شیعیان، سیاست پان اسلامیسم و شیعه گرایی افراطی که در اون فقط شیعه مهم است و برای حفظ شیعه و منافع شیعه هر جنایتی مجاز است، چون این سیاستی به تجزیه ایران منتهی خواهد شد بدون هیچ رو در بایستی. در باره کردستان من پیشنهاد من همواره همین بود، در برنامه قبلی هم همین بود که سیاست ایران باید مانند سیاست ترکیه در حمایت از ترک تباران خارج از مرزهایش باشد یا سیاستی مانند کشورهای عربی از عرب تباران در خارج از مرزهایش. ما از یاد نمیبریم که ترکیه حتی برای حفاظت از حقوق ترکای قبرس به اونجا لشکرکشی نظامی کرد، اما ایران نه تنها حمایت از ایرانی تباران نکرد بلکه به اونها خیانت کرد و به اونها از پشت خنجر زد. چون این خیانتی در حافظه تاریخی مردم ثبت خواهد شد و تخم نفرت خواهد پاشوند. وظیفه ما هست که هشدار بدهیم که این سیاست رو در آینده تغییر بدهند تا خدای نکرده و اتحاد مردمان ایرانی و ایرانی تبار از تاجیکستان تا کردستان، از بلوچستان تا قفقاز به هم نخورد و تخم کینه میان این مردمان کاشته نشود. دوستانی که دوست دارن با افکار من آشنا بشن، من دوباره توصیه میکنم که مانیفست مکتب ایران زمین، ناسیونالیسم مدرن ایرانی از دیدگاه تمدنی رو که در اینترنت هست، فقط کافی است اینو سرچش بکنن، در چند وبسایت چاپ شده است، در تریبون زمان، سایت تلویزیون اندیشه و غیره، این رو مطالعه بکنن تا با جزئیات افکار آشنا بشن. به هر حال من با توجه به وقت کمی که داریم از دوستان خواهش میکنم برای نشان دادن یک بک‌گراندی از جنایاتی که علیه کردها شده تا برسیم به جنایاتی که چند روز پیش انجام شد، بخشی از عکس‌ها رو، عکس‌های گروه 5 رو لطف بکنن دوستان نشون بدن.
بله، شما همونطور که در عکس گروه در عکس های گروه 5 یعنی عکس 30 تا 36 شما میبینید، اینها تصویرهایی هست از جنایاتی که صدام حسین با حمله شیمیایی علیه کردان و علیه کردان انجام داد. این جنایت خوشبختانه در جهان به رسمیت شناخته شد، اما خیلی دیر پس از آن که انجام شده بود. بله لطفا عکس بعدی. بله همینطور عکس بعدی دوستان لطف کنن نشون بدن. بله همونطور که میبینید زن و مرد و پیر و جوان و کودک و در واقع مردم کرد دچار چنین جنایت‌های وحشتناکی به وسیله صدام حسین و در واقع اعراب بعثی شدند و این جنایات خیلی دیر چندین سال پس از آن که مرتکب شدند به این جنایات این به رسمیت شناخته شد. همینطور عکس بعدی اگر که وجود داره. بله در این مرور کوتاهی که ما با هم کردیم دیدیم که چه اتفاقی افتاده بود و تخم نفرت و کینه‌ای که صدام حسین علیه کردان در واقع درست کرد و ساخت و در واقع کاشت، این تخم قطعا در آینده در همین چند روز در ماه گذشته منجر به این شد که در کردستان رفراندوم استقلال برگزار بشود. بنابراین من هشدار میدهم که نسل کشی، قتل، غارت و کشتار منجر به تجزیه خواهد شد و در تجزیه عراق هیچ کس مقصر نیست جز خود صدام حسین و عراقی ها با این جنایاتی که کردند. من از دوستان خواهش میکنم که برگردیم کمی به جنایاتی که در واقع چند روز پیش به دست نیروهای سپاه پاسداران که با توپخانه‌شون و با فرماندهی قاسم سلیمانی از نیروهای هشت شعبی شیعه حمایت میکردند و همچنین نیروهای کمکی حزب الله لبنان در خرمتو و در کرکوک انجام دادند. دوستان لطف کنن عکسای گروه یک رو نشون بدن، عکسای 1 تا 11. گروه 1 عکسای 1 تا 11. بله خب من این عکس رو لطفا نگه دارن. شما چه فرقی میبینید بین این جنایت که این کودکی که در سال 2017 با شلیک گلوله سپاه پاسداران و هشت شعبی کشته شده است و جنایتی که صدام حسین با بمب شیمیایی در دهه های گذشته علیه اون عکس های قبلی که بهتون نشون دادم انجام دادم؟ آیا این کودک نظامی بوده است؟ آیا این کودک سلاح در دست داشته است؟ آیا این کودک سرباز بوده است؟ آیا جز این است که آنچه که سپاه پاسداران به فرمان مستقیم آقای خامنه‌ای و مراجع تقلید ایران از جمله مکارم شیرازی با چنین با در واقع شیعه بازی که در خاورمیانه در آوردن، آیا جز این است که فرمان اونها منجر به چنین جنایاتی در کردستان شد؟ آیا چنین جنایاتی در حافظه تاریخی مردم کرد فراموش می شود؟ آیا این عاقلانه است که کشوری سیاست خارجیش را اینگونه بگذارد که اینگونه تخم نفرت درست بکند که بعدها گریبان خودش رو هم در آینده نزدیک بگیرد؟ آیا چنین سیاست خارجی درست است؟ من از دوستان خواهش میکنم عکس بعدی رو نشون بدن. این هم یک نوجوان دیگری که به وسیله هشت شعبی سر از تنش جدا شده به خاطر حمل پرچم کردستان. اینها این جنایات درست است که به دست هشت شعبی و سپاه پاسداران انجام شده است. درست است که سپاه پاسداران نه تنها عراق که ایران رو هم اشغال کرده است. اما از دید مردم عادی کوچه و خیابان کرد اینها این جنایات شناخته شده به دست ایرانیان خواهد بود و نفرت علیه ایرانیان را می پراکند و بعدها امنیت ملی کردستان ایران را تهدید می کند. ما نباید فراموش کنیم که در ایران ما استانهای آذربایجان غربی، استان کردستان، بخشهایی از همدان، استان کرمانشاه، استان ایلام، بخشهایی از چهارمحال و بختیاری، اینها کردنشینند. ما نباید فراموش بکنیم که بیش از 15 میلیون کرد از جمعیت 80 میلیونی ایران هست. آیا اونها وقتی این تصاویر رو ببینن چه برداشتی خواهند کرد؟ آیا این سیاست خارجی، سیاست خارجی مدبرانه است؟ عکس‌های بعدی رو دوستان نشون بدن، عکس سوم رو. این خانه ها و مغازه های مردمان کرد است که پس از اشغال کرکوک و خرمتو به وسیله نیروهای شیعه به آتش کشیده شده است. عکس بعدی لطفا. عکس بعدی لطفا. و عکس بعدی. مغازه های کردان هست در کرکوک و خرمتو. عکس بعدی.
و عکس بعدی اینجا ماشین های شخصی مردم، عکس بعدی و لطفا عکس بعدی. اینجا رو دوستان نگه دارن. شما دقت بکنید که نجات پرستی شیعه و فرقه گرایی شیعه تا به چند اندازه است که مغازه های کردان سنی آتش زده شده است، یا کردانی که اصلا دین ندارند یا یزیدی هن یا مسیحی هن یا بیدین هن یا زرتشتی هن آتش زده شده است، در کنار اون ترکمانانی که شیعه هستن رو با رنگ روی مغازه هاشون نوشتن که اینجا مغازه ترکمن شیعه هست که اینجا رو آتش نزنن و این مغازه آتش زده نشده است. ببینید جنایت و فرق گرایی شیعی تا چه حد در خاورمیانه در واقع گسترش پیدا کرده است که مسئول مستقیم سپاه پاسداران ایران، مسئول مستقیم شخص قاسم سلیمانی است که همه کارها با فرمان مستقیم آقای خامنه ای انجام می شود. عکس بعدی لطفا. بله، و اینم بخشی از مخروبه هایی که باقی مونده بود و این مخروبه ها و این عکس، این عکس هم لطفا نگه دارن دوستان. این همان تهدید آقای مکارم شیرازی است که قبل از حمله به کرکوک گفت که ما کردستان رو با خاک یکسان میکنیم. این هم نتیجه مرجع تقلید شیعه که باید یک روحانی باشد، که باید دست کم مثل آقای سیستانی محکوم کرده جنایت های هشت شعبی رو. یعنی آفرین واقعا با آقای سیستانی عراقی عرب که آمده است و این جنایت ها رو، هشت شعبی رو محکوم کرده و خواهش کنترل این جنایات شده. اما در ایران، ایرانی که باید از کردان، از مردمان ایرانی تبار کرد دفاع بکند، میآید و تهدید به خرابی کردستان میکند. ببینید ما تا چه حد به پستی نزول کرده ایم، تا چه حد ما در واقع نازل شده ایم، اخلاقمون و اخلاق در واقع سیاسیمون و کسانی که حتی در ایران مسند قدرت رو به دست دارن. من فقط از کسانی که علیه استقلال کردستان، البته من میگم من به عنوان یک شخص دموکرات همه نظرها برام محترم هست و همه نظرات کسی هم اگر مخالف هست باید مخالفتش رو با دلیل و منطق بگوید، اما آن کسانی که برچسب میزدند، برچسبهای دروغین اسرائیلی به آقای بارزانی، برچسبهای دروغین همکاری صدام به آقای بارزانی میزدند، اولا از ماهیت سیاست اطلاعی ندارند و تحصیلات سیاسی ندارند و نمیفهمند که یک سیاستمدار باید با همه کار بکند. آنچه که مهم است نه دست دادنها و سخن گفتنها هست، آنچه که مهم است در سیاست اعمال است. اعمال آمریکا، اعمال اسرائیل نشان داد که مخالف در واقع استقلال کردستان عراق بودند و عدم حمایت اونها و عدم هشدار هوایی آمریکا بود که باعث سقوط کرکوک شد به دست نیروهای شیعه قاسم سلیمانی، و آنها نیز در واقع مسئولند و تمام کسانی که برنامه علیه استقلال کردستان عراق ساختند بید رو در بایستی اخلاقا در برابر جنایاتی که انجام شده است مسئولند و مسئولیت دارند و برنامه ها و کارهایشان در تاریخ در واقع ثبت خواهد شد. من از دوستان خواهش میکنم که عکس‌های گروه دوم، یعنی از 12 تا 16 رو نشون بدن. عکس گروه دوم از عکس‌های 12 تا 16. بله، شما همون گونه که اینجا میبینید در واقع این عکس آقای ابو اسرائیل با قاسم سلیمانی در بالا هست و ابو اسرائیل با آقای ابراهیم رئیسی در پایین که ایشون رو داره بهش در واقع مدال میدهد. خب من نمیدونم واقعا، لغتی من ندارم و نمیتونم هیچ بیانی پیدا بکنم که در واقع چرا و به چه دلیلی برخی از ایرانیگراها یا ایرانگرانماهای ایرانی در واقع آقای قاسم سلیمانی رو به عنوان قهرمان ایرانی میشناسند و به اون افتخار میکنند. این دقیقا همان چیزیست که جمهوری اسلامی میخواد، این دقیقا همان چیزیست که در واقع
سپاه پاسداران رو بیاید و تقدیس بکند و همان چیزی است که در واقع بیاید و مردم رو با ترس از تجزیه پشت سر خودش در واقع متحد بکند، همان گونه که با ترس مردم رو به پای صندوق‌های رأی می‌کشاند تا با دست خودشان آینده بد رو در برابر آینده بدتر انتخاب بکند. همان ترس باعث شده است که کسانی که متجاوز به مردم ایران هستند، کسانی که متجاوز به حقوق مردم ایران هستند، اکنون در واقع به وسیله گروهی ساده اندیش بی سواد به قهرمان تبدیل بشوند. این آقای قاسم سلیمانی و ابو اسرائیل است و ابو اسرائیل خوشبختانه از افراد در رد بالای هشت شعبی و دوست نزدیک این آقایون ایرانی بود که در کرکوک کشته شد. عکس بعدی رو لطفا نشون بدهم. بله، این عکس آقای در واقع قاسم سلیمانی در رهبری نیروهای هشت شیعه هشت شعبی در عراق هست برای حمله به کرکوک. عکس بعدی لطفا. اینجا قرارگاهشون پیش از آغاز حمله به کرکوک هست که همطور که میبینید چگونه این آقایون اینها جمع شدن با نیروهای عراق. اینا همون عراقی هایی هستند که در خرمشهر به زنان و مادران ایرانی، به زنان و دختران ایرانی، به مادر و دختر روبروی هم و در مقابل چشمان هم تجاوز کردند. همون عراقی ها هستند. در سپاه صدام حسین بر پایه جمعیت 70% شیعه عراقی بودند. همین شیعیانی که الان هشت شعبی رو تشکیل میدهند، همین ها متجاوزین به زنان و دختران ایرانی بودند که الان آقای قاسم سلیمانی اونها رو دارد سازماندهی میکنن که به گروه دیگری از ایرانیان کرد حمله بکنن. عکس بعدی رو لطفا نشون بدن. بله، این هم باز دوباره آقای قاسم سلیمانی و تحت امر آقای خامنه ای هست. دوستان لطف بکنن که عکس های گروه سوم رو نشون بدن، عکس 17 و 18. بله، اینجا باز قاسم سلیمانی با نظامیان هشت شعبی، همینایی که در حال در واقع متجاوزین 8 ساله به مردم ایران بودند که این گونه داره باهاشون این فرد خائن که در واقع به خاطر برای بعضی ساده اندیش در واقع قهرمان شده است، این گونه روابطی دارد. عکس بعدی رو نشون بدهم. بله، این عکس رو نگه دارم. این یک جوان کرد به دلیل، شما میبینید که این فرد یک نوجوانی است که به دلیل حمل پرچم کردستان به وسیله این آقایی که سمت راست است و یک نیروی هشت شعبی تحت فرمان سپاه پاسداران، تحت فرمان قاسم سلیمانی و تحت فرمان مستقیم آقای خامنه ایست، سوزانده شده است. شما نام این رو چه میگذارید؟ چه میگذارید؟ آیا این تخم نفرت که در نتیجه سیاست غلط خارجی ایران هست، آیا این باعث به آشوب کشیدن خاورمیانه و در بلند مدت باعث به هم خوردن امنیت ملی خود ایران نخواهد شد؟ چگونه با چه منطقی میخواهید که این تخم نفرت رو در واقع توضیح بدهید؟ این جنایات، سوزاندن نوجوانان، جزغاله کردن و بریان کردن اونها به وسیله نیروهای شیعه، آیا همچین کاری صدام هم کرد؟ صدام دست کم یک بمب شیمیایی انداخت که خفه شدن مردن. آیا جزغاله کرد کردان رو؟ این کاری که شیعیان کردند، این کاری که سپاه پاسداران کرد، این کاری که هشت شعبی کرد، با فتوای آقای کسانی مثل مکارم شیرازی این کارها انجام شده است، با فتوای کسانی مثل آقای خامنه ای این کارها انجام شده است، با فتوای مراجع تقلید شیعه و یا خاموشی اونها این جنایت ها انجام شده است. آیا این تخم نفرت بر فراموش خواهد شد؟ آیا متوجه هستید که بیش از 40 تا 50 میلیون کرد در خاورمیانه هستند و اگر اوضاع امنیتی ایران به هم بخورد، آیا متوجه هستید که چه مسائل امنیتی امکان دارد این کینه ها و این نفرت ها در غرب ایران به وجود بیاورد؟ این وظیفه هر ایرانی شرافتمند برای هشدار دادن و برای در واقع گفتن و یادآوری این سیاست های غلط است. دوستان لطف بکنن که عکس های شماره گروه 4 20 تا 26 رو هم نشون بدن. این همه جنایتی که در واقع انجام شد، بعد این عکس رو لطفا نگه دارن، این همه جنایتی که انجام شد و شما دیدید، گلوله مستقیم و تیر مستقیم به بچه 6-7 ساله، جزغاله کردن و بریانی کردن یک نوجوان به دلیل حمل پرچم کردستان، اینها به خاطر چه انجام شد؟ به خاطر این عکسایی که الان به شما نشان میدهم. رفراندومی متمدنانه
و بسیار بسیار از نظر حقوقی درست در شمال کردستان که متحمل جنایت‌های صدام شده بود و نمی‌خواستند و حقشون بود که نمی‌خواستند تحت ظلم اعراب و بغداد باقی بمانند، همان گونه که یعقوب لیث صفار نمی‌خواست که سیستان تحت نفوذ بغداد بماند، همان گونه که بابک خرمدین نمی‌خواست که آذربایجان تحت نفوذ بغداد بماند، مسعود بارزانی این یعقوب لیث زمان هم نمی‌خواهد که کردستان زیر کردستانی که مدت‌هاست از ایران جدا شده است زیر در واقع تحت یوغ بغداد باقی بماند. این ربطی به کردستان ایران ندارد، این ربط به کردستان عراق، سوریه و ترکیه دارد و سیاست ایران در این زمینه کاملا غلط است. عکس بعدی رو لطفا نشون بدن. شما میبینید شادی مردم، نشان تکان دادن چند پرچم. عکس بعدی لطفا. انتخابات، نه جنگ، نه خون ریزی، صندوق رای. عکس بعدی لطفا. شادی مردم ساده، ساده دل آمدند و شادی میکنند که از زیر ظلم بغداد، بغدادی که این همه جنایت کرده، رهایی پیدا کنند. عکس بعدی لطفا. اثر انگشت نشان دهنده در واقع رأی مردم. عکس بعدی. مردمی که میآیند و رأی میدهند و اسلحه ها رو مدت ها زمین گذاشتن و دارن متمدنانه رأی میدن. عکس بعدی. و این هم برگه رأیی که در واقع اون رو بیش از 93% مردم به استقلال کردستان رأی دادند. این فکت تاریخی، البته من این رو باید بگم که مطابق قانون اساسی عراق که این رو خیلی ها خیلی متشکرم، عکس رو میتونن دوستان ببرن دیگه، مطابق قانون اساسی عراق در واقع این رفراندوم باید در سال 2007 انجام میشد. در سال 2007 باید در تمام مناطق کردستانی، نه تنها در اقلیم کردستان، بر طبق قانون اساسی عراق انتخابات انجام میشد، رفراندوم انجام میشد، اما دولت مرکزی این رو برگزار نکرد و چون زیر تعهداتش زد و بودجه کردستان رو قطع کرد، طبیعتاً اونها حق داشتن که از نظر حقوقی و از نظر حقوق بشری، مثلا مردمی که متوجه این همه جنایت شدن، چون این کارهایی بکنن. من یک بار دیگه فقط به دو نکته بسیار سریع، چون در پایان برنامه هستیم، اشاره میکنم. یکی این که در واقع سیاست خارجی ایران در برای کردان چنان سیاست اشتباهی بود که در تاریخ ایران سابقه نداشت و این جنایت هایی که در کرکوک و خرماتو انجام شد همانند جنایت های حلبچه که به پای صدام نوشته شد، این جنایت ها به پای ایران متاسفانه نوشته خواهد شد، به پای جمهوری اسلامی، و مردم عادی تمیز دادن حکومت از کشور برایشان دشوار است. این رو باید بفهمند دوستان که چه اشتباه بزرگی و چه اشتباه استراتژیک بزرگی انجام شد. من از دوستانی که درباره مسئله برایشون مهم هست خواهش میکنم برنامه قبلی من رو هم ببینن، و تمام کسانی که علیه کردستان، علیه استقلال کردستان در عراق، سوریه و ترکیه برنامه ساختند، اونها مسئولیت اخلاقی دارند. مردمان ایرانی کرد در کشورهای غیر ایرانی حق استقلال دارند و این چیزی است که بسیار واضح است، و اگر ما اون رو انکار بکنیم، ما خودمون دچار تضاد و پارادوکس شدیم، و اگر گفتمان ما گفتمانی باشد که ایرانی محور از یک سو باشد، اما از سوی دیگر حقوق ایرانیان در جاهای دیگر رو به رسمیت نشناسد و خواهان باقی ماندن اونها در زیر ظلم و ستم و جنایت باشد، این گفتمان پارادوکسیکال و متضاد به هیچ کس به این احترام نخواهد گذاشت و خودمان رو مسخره کرده ایم. بنابراین تا دیر نشده است، بهتر است که روشن فکران ایرانی از جمهوری اسلامی ما انتظاری نداریم که دشمن است، اما از روشن فکران ایرانی در حزب مشروطه ایران، در جبهه ملی و در حزب پانیرانیست، من تقاضا میکنم که تجدید نظر بفرمایند و کمی ذهنشون رو باز بکنن که سیاست هایی به شدت کانسرواتیوی که داشتن و عدم نوآوری ها ملت ما رو دچار یک ورشکستگی عظیم سیاسی
کرده است و دوستانی هم که برنامه میسازند کمی با دقت و پژوهش بیشتری بسازند و جبرسازی مسموم علیه کردستان عراق نکنند، که این همان چیزی است که جمهوری اسلامی میخواهد، این همان ترسی است که همه را پشت جمهوری اسلامی متحد میکند، سپاه پاسداران رو لشکر رستم میکند و قاسم سلیمانی هم میشود این جنایتکار رو با رستم مقایسه میکنند، که باعث تأسف و عمق در واقع فلاکت و سقوط اخلاقی ما و به ویژه ایران گرایان خواهد بود اگر چنین کاری رو انجام بدهیم. و در پایان، چو ایران نباشد تن من، مباد بدین بوم و بر زنده یک تن، مباد دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. بیا تا همه به دشمن شیمن در کمین، به راه پیشمرگان ایران زمین بدرود.